روشان یکی از نوعی و بهترین در نمود گوشتین ملی به حساب میره در اون منطقه بدخشان. جودو برای من یک جزء مهم زندگی است. مشغول در صحرا میگذرونیم در فصلهای گرم، چون که در صحرا بوده های تازه در لب لب دریا میدویم. جودو ما رو تربیت میکند که در روی رشد ما میرویم و اخلاق نمونوی میداریم. امروز ما هم در تالار مشق کردیم، هم کروس دویدیم و هم آبازی کردیم. این هم برای جودوکاران فایده میرساند. با ولایت مختار کوهستان بدخشان خوش آمدید. این نوبت با وسیله هنر جودو به مناطق گوناگون کوهستان پر از گنج تاجیکستان آفتابی سفر کردیم. اسنوی سفر تماشای طبیعت بیکر، منظره های دلشوب و آبهای مصفا ما را نیز مبهوت کرد. بشک این طبیعت واقعی و دست نخورده دلخواه سیاح و گردشگر را متحیر خواهد کرد. پس از پیموندن راه های مارپیچ و مدت زمان طولانی به ناحیه روشان رسیدیم. این ناحیه بلندکوه در زمان صاحب استقلالی سیمای خود را به کلی دیگر کرده، با هدایت و غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، باز هم زیبا و دلربا شده است. روشان این یکی از نوعی و بهترین در نمود گوشتین ملی به حساب میره در اون منطقه بدخشان و اولین چمپیون اتحاد شوروی از آسیا میانه هم از امین روشان بود که این نوعی برتنگ است. این یعنی معلم ازلشا اولیموف در سال 1952 و این نشان داد بود دیگر که از امین نوعی دوردست با امین اگر گیم طبیعی خطا نکنیم که چون که باید همین طبیعتاً ورزشگر بود. روشان یکی از نوعه های بلندکوی بدخشان است. بسیارتر مردمشون به باغداری و زمین و جوانانشون به ورزش مشغول هستند. اگر ما نمبر کنیم پهلوانای نوعه روشان مثل یکمین استاد ورزش از نمود گوشتین طرز ملی قرغن قدم سعادت قدموف بود، سنگعلی نوروزبکوف بود، نودل لیفایف بود و بعدتر اولم رمضانوف، غافل ظریفبکوف، بدخشان ظریفبکوف. روشان یکی از ناحیه های بلندکوه می باشد. ما در روشان به چارواداری و کشاورزی مشغول هستیم. حاضر کلانسالان پدران و مادران ما در مشغول به کشاورزی مشغولند و ما نیز می خواهیم که توسط جودو تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداریم. این هم دهه بروشان. اینجا با تشبوس پیشوای معظم ملت مکتب زمانوی ساخته و استفاده داده شد که در تالار برهوای ورزشی آن صدها نورس و جوان با مشغولیت های پیوسته ورزشی فرا گرفته شدند، از جمله در رشته ورزشی المپیک جودو. همگی معلوم است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمون امام علی رحمان در نوحه روشان مکتب های
زمانوی سوخته به استفاده داده شدن در روز تولورها از برای نمودوی والیبال و بسکتبال هستند در نوه روشان هم دو مکتب کلانترین سوخته شده. اسلامشان رحمان شایف که زمان جودوورزی با مهارت منطقه بود امروز به صفت مربی و آموزش و پرورش جودوکاران نورس و جوان مشغول است. هنوز اسفردی به رشته جودو مشغول هستند و در مسابقه های جمهوری ولایتی دستاوردهای نشان دادند. حاضر باشد به تمرین نسل نورس مشغول هستند. درس معمولی مربی رحمان شایف طبق رجه دائمی از دویدن در ساحل دریا شروع می شود. همون جایی که کودک تولد میشد و مطابق با همون طبیعت میشد و نسبت دیگر کودکان که در مثال در منطقه پستر جمهوری ما اگر گیریم و یا بسیار فعالتر هستند از جهت فیزیکی، از جهت نفس کشی او و یا از دیگر کودکان فرق دارند و این بسیار منفعت با ورزشگر است که در اون منطقه به دنیا آمده است، یعنی در منطقه های کوهی و یا میتونه نتیجه های بلند نشون دهند، چون که فرق هستند هم از جهت فیزیکی، از جهت قوه و هم از جهت اون نفس کشی میگویم که در طب این هیموگلوبین است، در اون هیموگلوبین اگر بلند باشند کورکونی همون ورزشگر هم بلند میشد و این یکی از منفعت های اساسی که ورزشگران که در همون جای های دوردست تاجیکستان به دنیا میوند و همون نتیجه شون بلندتر است و برای همون جودوکاری که در آینده میخواهد نتیجه های بلند نشون دهد و یک سیستم های معاینه و مشقی را یاد دهند که و همون نتیجه های بلند نویل شد. کلوب ورزشی ما همین خیلی گروه داریم، یک گروه 6 ساله تا 8 ساله، گروه دیگر از 8 ساله تا 12 ساله، گروه دیگر از 12 تا 14 ساله به زودو مشغول هستند. مشقها را در صحرا میگذرانیم در فصلهای گرم، چون که در صحرا بوده های تازه در لب لب دریا میدویم، لب لب دریا دویدن اول های تازه شنون که میدونید طبیعت کوهستان طبیعت سر زیبا هواش تازه است. مشق‌ورزها در صحرا در کوه ها مشق های تمرین ها میگذارانیم، مشق های فیزیکی میگذارانیم، برای اونها در آینده برای اونها بسیار فایده میکنند. جودو را از 10 ساله مشق کردم و برای سلامتی آدم لازم است. هر کس که مشق نمی کند تیز تیز کسل می شود، هر کس که مشق می کند دائم سلامت می بود. در اما فصل مشق کردن در مثلا که در آذر که در فصل تابستان است ما می توانیم در بیرون هم مشق کنیم و اینها به من خیلی معقول است و باز در فصل زمستان این است که ما در تالار خالی مشق می کنیم و در دیگر جاها نمی توانیم مشق کنیم، چون که اما جا رو برف یوته می کند. تون ما هم یکی از دولت‌هایی که با کوههای سربلند خود نامدار است و
ما از جوانان و نورسانی که از منطقه های دوردست به ورزش مشغول هستند و یا نسبت به دیگر ورزشکاران منطقه ما بسیارتر نتیجه به دست می آورند، چون که نشان داده است نه اینکه همچون ما متخصص هم، ولی در تیب هم همین نشان داد می توانیم معاین کنیم. روشان اگر گیریم، در روشان بسیار پهلوانان نامدار به وای رسیدند در همون زمان شوروی، چون که از خود همون منطقه بدخشان و یا به دیگر دولت ها مثلا به افغانستان سفر کردند، در همون گشتین های ملی گرفتند به ایران و نتیجه های بلند به دست آوردند و تا حاضر هم مکتب های ورزشی باشگاه هایی که در نواحی روشان هستند کار میکنند و فعالیت میکنند. در ما گروه مشق ورزان در تعداد قریب 100 نفر مشق می‌کنند. آنها در سه مرحله است. مرحله اولش نورسان کودکان هستند. آنها با آنها بسیارتر مشق و بازی‌ها می‌گذرانیم. با مرحله دوم از 12 تا 16 ساله هستند. مرحله دیگرش از 16 تا کلان سالان هستند. تولور مشق کردیم، هم کروس دویدیم و هم آبازی کردیم. این هم برای جودوکاران فایده میرساند. ما در اونجا مشق میکنیم و وعده میدیم که در مسابقه های ملی و جمهوری اشتراک کرده و در شهرهای دیگر رویم و جای یکم را گرفته پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. من توکل داوود ورزش جودو را خیلی دوست می دارم. من از خردی است که این ورزش را مشق می کنم، تمرین می کنم. این ورزش به من خیلی معقول است. با اقدام پیشوای ملت این گونه تولور را به ما ساخته شده است که من می توانم با استفاده از این تولور را مشق کنم. من در بسیار از چمپیونات ها اشتراک کردم و سزاوار جایهای نمایان گشتم. پیش ما چنین تولورها نداشتیم. پیش از آن که چنین تولورهای بر هوا نداشتیم، ما در تل و تپه ها مشق کرده بودیم، ولی حالا در تولورهای باشکوه مشق میکنیم. هستند شاگردانی که سخت تمرین میکنند که مقصدشان در مسابقه ها اشتراک کردن و با جوهو نمون بو هستن شاگردانی که برای سلامتی خود تمرین میکنن. جودو ما رو تربیت میکنه که در روی راست ما میرویم و اخلاق نمونوی میداریم. من رقیبانم رو سر شانه و اصولی کمری میزنم. Hey, come on.
من دزدو رو برای آن مشق میکنم که دزدو برای سلامتی و اخلاق ضرور است. من بسیار حریفانم رو در اصول پرد نپدناش کم میزنم. در مسابقه های جمهوری و ولایتی اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان یعنی جای یکم را اشغال نمودم. در حاشیه لایحه جودو در مکتب با دست پروران اسلمشاه رحمانشاهف لوازمات مهم ورزشی جودو از قبیل تاتامی و کیمانو تقدیم کرده شد که از این اقدام فدراسیون جهانی جودو و فدراسیون جودو تاجیکستان خیلی شاد و مسرورند. با اقدام پیشوای ملت جودو تاجیکستان لباس‌های گوشتین و تاتام‌های گوشتین جودو را به ما تحفه کردند و ما حالا وعده می‌دهیم که در شهرهای دیگر جای یکم را گرفته پرچم تاجیکستان را بلند می‌برداریم. از طرف فدراسیون بین الملل جودو و فدراسیون جمهوری تاجیکستان رولو لایق پرویز نوریان و داور بین المللی رمزی شامیروف برای ما لوازمات جودو تتامی ها و برای طلبه ها فرم های ورزشی کیمانو ها جودو ها تقدیم کردند. ما اظهار خود را برای فدراسیون بین المللی دوزودو و فدراسیون دوزودو جمهوری تاجیکستان از نام خودم و تمام شاگردان را می رسانیم.